بریتیش مدیکال جورنال در شماره جدید خود یک گزارش تفصیلی درباره بروز هپاتیت بر اثر مصرف افراطی نوشابه‌های انرژیزا منتشر کرده. به گزارش مرکز مطالعات طب مکمل آمریکا، یک سوم افراد 12 تا 17 ساله انرژیزاها را مصرف می‌کنند و در 10 سال گذشته مراجعه به اورژانس به دلیل نوشیدن افراطی این فرآورده‌ها دو برابر شده است. برای بررسی بیشتر دکتر شیده رضایی در استودیو با ماست. خانم دکتر، مصرف افراطی یعنی چی؟ ببین، منظور از مصرف افراطی در مورد این نوشابه ها اینه که یک قوطی 360 میلی لیتر یا همون کنای نوشابه معمولی که همه جا هست 4 تا 5 بار در روز اگر به مدت 3 هفته یا بیشتر خورده بشه به این میگن مصرف افراطی. البته تردید درباره نوشیدن این مصرف افراطی از قبل وجود داشت، ولی عوارضی که تا به حال دیده شده بود برانگیختگی روانی بود و تهاجم، خشم، بیخوابی که منجر به خوابالودگی در روز میشه و تپش قلب. به خصوص اگر با الکل نوشیدنی ها مصرف میشدن همزمان موجب تپش قلب و نامنظمی قلب میشدن. اما در این چند موردی که بریتیش مدیکال جورنال گزارش کرده، مریض ها خستگی داشتن، بیحالی داشتن، تهوع، استفراغ، شکم درد و زردی. اینا منجر به این شد که مورد آزمایش قرار بگیرن، متوجه شدن و این نتیجه رو داده. حالا چگونه این انرژیزاها تاثیر میذارن بر کبد رو خراب میکنن؟ مثلا اینجا بود که وقتی با زردی چهره این افراد مواجه شدن، آزمایش هایی که دادن ترانس آمیناز ها یا آنزیم های کبدی در خون اینها بالا بود. این آنزیم ها فقط در یک صورت در خون بالا میره که سلول کبدی پاره بشه و خون بیرون بریزه محتویاتش. التهابی که در اثر مصرف این نوشابه ها، نوشیدنی های در کبد ایجاد شده بود، باعث شده بود از طریق اینکه اینها میزان زیادی ویتامین B3 یا نیاسین داشتن، همزمان اینا رو در خون اندازه گرفتن و متوجه شدن که میزان ویتامین B3شون بالاست و سمیت یا مسموم شدن با ویتامین B3 باعث سمیت کبدی شده بود که دو برابر میزان طبیعی بود در خون این آدم ها. این هپاتیت، اشتباه نکنیم، ویروسی نیست، هپاتیت التهابیه. هپاتیت میکروبی یعنی؟ نه، التهابی. یعنی ببین، 50% هپاتیت های دارویی که هپاتیت هایی که مشاهده میشه داروییه، یعنی داروهای در فارسی میگن زردی اون، نه اینکه هپاتیت نوع بی که ویروس هست. زردی همیشه مال هپاتیته، ولی اینا داروهای گیاهی و مکمل، ویتامین هایی که اینقدر راحت همه جا در دسترس قرار میگیره، میتونه باعث زردی یرقان بشه و سمیت کبدی. الان فصل امتحان های سلسه اول و اینا داره نزدیک میشه، حواستون باشه. آره، لطفاً بچه ها چون شایعه، لطفاً استفاده نکنید، خطرناک. سپاسگزارم دکتر شیده رضایی.